حکیم الله محسود رهبر گروه تحریک طالبان پاکستان دیروز در وزیرستان شمالی کشته شد. وی بعد از کشته شدن بیت الله محسود در سال 2009 جانشین وی گردیده بود و رهبری این گروه را بر عهده گرفت. تاثیر این واقعه بر روند فعالیت گروه طالبان پاکستانی و تاثیر غیر مستقیم آن بر گروه طالبان افغان و پروسه مذاکرات صلح برحال در منطقه موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه از کابل است. محترم جنرال عبدالواحد طاقت تحلیلگر امور نظامی را از استودیوی کابل با خود داریم. آقای طاقت سلام بر شما، ممنون از اینکه دعوت ما را به برنامه پذیرفتین. خبر کشته شدن حکیم الله مسعود فقط چند روز بعد از ختم سفر نواز شریف صدر اعظم پاکستان به واشنگتن صورت میگیرد، در حالی که صحبت روی آغاز پروسه مذاکرات حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی مطرح شده بود. برداشت شما از تاثیر کشته شدن او بر عملکرد طالبان پاکستان چیست؟ آیا ضربه بر شبکه و فعالیت های این گروه وارد آمده یا خیر؟ سلام و احترامات به شما، تشکر از اینکه ما را دعوت کردین. مرگ یک جنگجوی دلیر ضایعه است برای طالبان پاکستان و قربانی صلح شد. ما متاسف هستم وقتی این کشته میشه که حاضر به مذاکرات صلح با حکومت پاکستان میشه. ایره میتونستن چند روز پیش هم از بین ببره، یک ماه قبل هم میتونستن مسعود به قتل برسانن، چون آدرسش دقیق برای ایسای معلوم بود، ولی هم به دست ایسای یعنی به نشانی ایسای تیارات بدون سرنشین آمد و بیت الله حکیم الله مسعود را به شهادت رساندن با دوستایش. ما مسائلی که چرا ایرا کشتن، چرا کشته شد، چرا ایسای دی دخیل است، به خاطر که چند قبل کرنل امام که خود را اسیر حکیم الله مسعود ساخته بود تا ملا برادر را رها کنن، وقتی که رها نشد کرنل امام اخطار داد که اگر ایسای ملا برادر را رها میکنه خوب، در غیر آن ما تمام رازهای ایسای افشا میکنم و نقشه های بعدی ایسای را هم افشا میکنم. و حکیم الله مسعود یک روز بعد یا دو روز بعدش کرنل امام را به ضرب گلوله از پا در آورد و اعلان کرد که کرنل امام به خاطر میکشم که در افغانستان مردم را کشته و در افغانستان را با خاک خون یکسان کرده. ما در او وقت گفتیم که بله. حکیم الله ببینین بله. طوری که شما گفتین ایسای در این موضوع دست داشته، ولی تا کنون مقامات پاکستانی از او ابراز بیخبری کردن و عملیات و یا ماموریت نظامی که منجر به کشته شدن مسعود شد از جانب تیارهای بدون سرنشین ایالات متحده صورت گرفته. البته این گروه طوری که شما گفتین تهدید بین المللی به امنیت منطقه و به سمت ایالات متحده هم محسوب می شد. برداشت شما در قبال این موضوع چیست و فکر میکنین چه تأثیری را روی فعالیت طالبان افغان و یا شبکه حقانی از خود بر جای خواهد گذاشت؟ بله، اگر حکیم الله مسعود کشته نمی شد، رازهایی که از کرنل امام با خود داشت او را شاید افشا می کرد و در اینجا تشت ایسای از بام میفتید و رازهای ایسای افشا میشد. به این خاطر ایسای دو کار کرد، که یکی را امریکا را خوشنود بسازد تا یک هدف بسیار دقیق را برایشان نشان بده که او حکیم الله مسعود بوده، و از طرف دیگر رازهایی که حکیم الله مسعود از ایسای داره او افشا نشود نزد نواز شریف، نزد دیگر رسانه ها و باز جای دیگر. اینجا تاثیراتش بالای طالبان افغانی آنقدر بیشتر نیست. حکیم الله مسعود زیاد در افغانستان مصروف نبود، او زیاد در پاکستان مصروف بود و فعالیتشان یا لبه تیز مبارزهشان علیه حاکمیت پاکستانی بود، نه حاکمیت افغانی. و چند قبل وقتی که لطف الله مسعود تقریبا معاونش که در افغانستان دستگیر شد، او هم نشانی ایسای بوده که برای نیروهای ناتو نشان داد که در فلان منطقه لطف الله را بگیره. بله، لطیف الله ببخشید. بله، این موضوع در حال در عین زمان طور که گفتم صورت میگیره که اعتراضات پاکستان به ماموریت طیاره های بدون پیلوت ایالات متحده در مناطق قبایلی رو به شدت نهاده بود. به نظر شما این موضوع چه تأثیری را روی این گونه ماموریت ها از خود بر جای خواهد گذاشت؟
این ماموریت ها دیگه هم افزایش پیدا خواهد کرد. پاکستان وقتی که اعتراضات میکنه او به خاطر پایین آوردن مشکل چیز تشنج مردم یا قهر و غصه مردم است، و در واقعیت ایسای خوش است که تیارات بدون سرنشین در وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی و در مناطق قبایلی عملیات بکنه، و یک یک هدفی که ایسای برشان میته، چون اونا برای ایسای هم هدف هستند، برای ایسای هم تارگت هستند، دشمن ایسای هستند، تا یک وقتی از او استفاده میکنه به نفع خود، و بالاخره وقتی که میخواه از بین ببره یک مهره جدید را پیش میکنه. مهره جدیدش کاراتر از مهره قبلی میباشه. و اگر فضل الله شما فکر بیادتان باشه وقتی در سوات را تخریب کرد، 400 مکتب را تخریب کرد و سوات به خرابه تبدیل کرد، باز کتش کمپرومایز کرد، کتش موافقه کرد، باز به افغانستان روانش کرد، آلی دوباره به پاکستان خواستیشان آیسای میخواست که وضع جانشین حکیم الله مسعود بسازش، اما سجنا شاید دقیق تر بود برای ایسای و را پیش کردن به بسیار به سرعت که باید سجنا رهبر حکیم الله رهبر طالبان پاکستانی باشه. در حالی که یک روز تقریبا از کشته شدن مسعود مگذره، قوای امنیتی در سرتاسر پاکستان بعد از این واقعه به حالت آماده باش در آمدن. به نظر شما قدم بعدی گروه تحریک طالبان در پاکستان چه خواهد بود؟ تحریک طالبان در پای انتقام جویی علیه اداره ایسای، علیه نظامیگران پاکستانی خواهد باشه و عمل خواهد کرد، ولی مذاکراتی که با حکیم الله مسعود پیش می رفت و سبوتاج شد، این سبوتاج مذاکرات هدف بسیار استراتژیک نیروهای شاید ناتو باشه که نمی خواهد در منطقه صلح باشه. هر کسی که با صلح با افغانستان حاضر می شود تو ایسای دستگیر میشه، مثل مرا برادر، مثل ملا عمر. ملا عمر هم وقتی که تقریبا تمایل نشان داد او را یک چند وقت گم کردن، تهدید شد و یک جای مخفی شد و یا مخفی ساختنش. اینی رقم گپا در جلوگیری از صلح در افغانستان که شورای عالی صلح افغانستان یک نمونه بسیار خوب رکود صلح در افغانستان است. خب ممنون، تشکر از شما آقای طاقت از تحلیلی که فراهم آوردین. تشکر.